با فراخبر خوش آمدید در این برنامه. سایه سنگین ناامنی و افزایش ترورهای هدفمند و زنجیره‌ای. رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان امروز در حمله مردان تفنگدار در کابل جان باخت. نفر آمد گفت فیرا شد. تا شدم دیدم رشید صاحب زده بودم، برادرم هم همراهشان بود، هم سکرتارش بود، هم دریورش بود. رئیس مجلس نمایندگان میگوید که بدتر شدن اوضاع امنیتی کشور صبر و حوصله مردم را گرفته است. به نام خدا و درود بر شما. محمد یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و رانندهش در یک حمله مسلحانه در کابل جان باختند. نزدیکان آقای رشید میگویند که او در نزدیکی خانهش و هنگامی که میخواست به سوی کارش برود آماج قرار گرفت. یوسف رشید 16 سال در نهاد فیفا کار کرد و از وی 5 فرزند بر جا ماندند. از سوی دیگر آمارهای تلونیوز نشان میدهند که تنها در 3 روزی گذشته 15 تن در رویدادهای هدفمندانه و انفجارها در کابل جان باختند. اما چرا هر روز در کابل خون میبارد و چرا حکومت در کار جلوگیری آدم کشی ها در پایتخت ناکام مانده است؟ برای بحث بیشتر در این باره آقای عزیز رفیعی، رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان، و آقای خانقا رضایی، رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان افغانستان اینجا در استودیو با ما هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان به برنامه. آقای رفیعی، با شما آغاز بکنیم. تعریف شما از وضعیت کنونی چیست؟ آیا کابل به کربلا مبدل شده؟ پیش از اینکه به تعریف بپردازم، میخوایم عرض تسلیت داشته باشم خدمت خانواده هر دو شهید مظلوم و به خصوص پدران و مادرانشان، به خصوص کودکان و فرزندان نوباویشان که در این نوباوگی متاسفانه درد یتیمی را میچشند، و همچنان به خانواده بزرگ جامعه مدنی و رسانه‌ای افغانستان که درد بسیار جانکاه را در این اواخر ما متاسفانه متحمل شدیم. به نظر ما وضعیت تعریف بسیار مطلوب ندارد. ما متاسفانه در یک وضعیت بسیار ناپیدا و در یک وضعیت بسیار ناگوار اجتماعی قرار داریم که سایه بیامنی و ناامنی از یک طرف، سایه فقر و تنگدستی از طرف دیگه، سایه بی‌ثباتی از طرف دیگه، و سایه بی‌اعتمادی بسیار وحشتناک از طرف دیگه بر تمام جامعه مستولی شده و تقریبا تمامی شؤون جامعه را متاسفانه متضرر کرده. ما یک اعتماد بسیار بزرگ ملی را که در بین جامعه باید می داشتیم بوده که متاسفانه امروز از دست دادیم، به خاطر که هیچ نوع اعتماد نسبت به ساختارها، نسبت به وضعیت وجود نداره، و متاسفانه دشمنان افغانستان از این فرصت بیشترین استفاده را میکنند و نخبه ها و بهترین های جامعه را گلچین میکنند. یک بخش خاص جامعه هدف قرار گرفته در این اواخر. در دو ماه گذشته تقریبا 5 تا 6 خبرنگار، فعال جامعه مدنی، فعال حقوق بشر و اینا شاید هم بیشتر کشته شدن و جان باختن. هدف در عقب این کشتارها و ترورها نهفته است، فکر میکنید آقای رفیع؟ خیلی به نظر ما واضح است. ایجاد فضای رعب و ترس و وحشت و همچنان گسست اجتماعی از یک طرف، و از طرف دیگه سوء استفاده به اصطلاح یا از وضعیت به نفع امتیازگیری در میدان‌های نبرد و امتیازگیری‌های سیاسی، یکی از این بحث‌هاست متأسفانه. ترور و تروریسم هیچگاه دوستی خود با مردم و با ملت اعلان نمی‌کنه. متاسفانه دشمنی بسیار بسیار دیرینه تروریسم با ترور با مردم است، و به خصوص با نخبه های جامعه و با بهترین های جامعه، که ما امروز یکی از بهترین ها را متاسفانه مثل دیگر دوستای بهتر خود و بهترین های دیگه خود از دست دادیم. سپاسگزار. آقای رضایی، این چرخه کشتار چنان در گردش است که هر روز جوی خون جاری میشه متاسفانه در بخش پایتخت، و مردم کابل، باشندگان کابل هر روز با انفجار انتحار از خواب بیدار میشن. فکر میکنید مسئول چی کسی است؟ از کی باید پرسان کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به رفیع صاحب محترم، و من به نوبه خود شهادت رشید صاحب و تمام خانواده
جامعه مدنی و به خانواده محترمشان تسلیت عرض میکنم، شهادتشان دعا میکنیم خداوند به درگاه قبول و مقبول بگردانند. واقعا حادثات چند هفته گذشته مردم افغانستان و به خصوص شهریان کابل در وضعیت رسانده که دیگه امیدی بر ازی ندارند که ما چگونه از یک نقطه به نقطه دیگری که میرسیم زنده میمانیم یا نمیمانیم. شخصا خود ما و هر کس دیگه به خصوص جامعه بدنی که ما در دو سه روز گذشته ما چندین حادثه پای هم داشتیم. مسئول، ما چند مشکلات داریم. یکی که حکومتی که در این وضعیت قرار داره امنیت مردم گرفته نمیتونه، به کارهای دست میزنه که هنوز درز بین حکومت و ملت و مردم ایجاد میکنه. و یک مشکل دیگه ای که در داخل حکومت های کوچکی وجود داره که این سیستم درست کار نمیکنه، نظام درست کار نمیکنه، پاسخدهی درست وجود نداره. یک چیزی را که ما و شما میبینیم، یک کسی میای جلسه، ما مخالفت با هیچ مجلسی نداریم ولی ما اصلاحات میخواهیم. یک طرف ما میریم مجلس 6.5 می داشته باشیم، یک طرف ما میریم مجلس 7.5 می داشته باشیم. مردم خو اینطور نیست که کر و کور باشن، همه چیز میبینن که یکی میره یک ابتکار میکنه، بعد یک کس دیگه میه یا او را میخواه به نحوی سبوتاش کنه یا او را میخواه با او تقابل کنه. شورای امنیت شما میبینید، جلسه شورای امنیت ملی 7.5، جلسه شورای امنیت، دفتر مشاوریت شورای امنیت ملی. و بعد یک چیز دیگری که بر ما معلوم میشه، از روزی که 2 ماه شده جلسات 6.5 تا به امروز کار خود آغاز کرده، 5% 10% تفاوت آمار تلفات یا تمام مشکلات شهر کابل 5% تفاوت داشته، از این بیشتر نبوده. این اعلانات یا این چیزهایی که بر مردم در اذهان مردم داده میشه، او واقعیت نیست. واقعیت چیز دیگری است که اگر شما ببینین قتلای هدفمندانه نسبت به 2 ماه بیشتر شده، انتحار بیشتر شده، ماینای چسبکی بیشتر شده. ای به ما این نشان ای جلسات نتیجه مطلوبی جلسات نداشتن. نتیجه ما مردم نتیجه میخواه، مردم میره میبینه که ما چرا ما اول تامین امنیت کنیم، بعد بر مردم اقتصاد برشان فراهم کنیم، بعد بریم نظم در شهر بیاریم. وقتی که ما نمیتونیم تامین امنیت کنیم، ما چه رقم نظم به مردم بدیم؟ یک کس مطمئن نیست که ما در داخل اینمی استودیو که هستیم، آیا کسی وارد استودیو میشه این امنیت تامین است یا نیست؟ ما میریم در کارهای مصروف هستیم که از آن مردم رو به یک طرف دیگه میکشانیم. ما واقعیت ها رو باید بر مردم بگوییم که جلسات 6.5 معاون اول رئیس جمهور به هر دویش هست، هم بر شورای امنیت هست، هم بر باید اینا بشینن رای حل دقیق منطقی رو پیدا بکنن تا ما و شما تغییرات اساسی رو ببینیم. ما و شما میبینیم دیروز یک تا حادثه، صبح دیگه حادثه، بعد از پیشین دیگه حادثه. مردم افغانستان تا چه وقت اینا رو قبول کنن؟ و پارلمان که صدا میکنه بعد او رو میبرن طرف عقدهای شخصی و عقدهای فردی. من فکر میکنم که باید ما کاری بکنیم که نتیجه را مردم ببینه، تا که مردم نتیجه را نبینه مردم قبول نمیکنه برای هر چیزی را که ما در خور مردم میتیم. واقعیت باید مردم موافق هستین این دست و آستینی بالا زده حکومت نتیجه نداشته برای مردم؟ ببینین، آنچه که مردم توقع دارن حداقل مسئولیت و امنیت است که به اون نیازمند هستن. متاسفانه تنها بحث امنیتی و ناامنی نیست، بحث اختلافات سیاسی در درون نظام، در بیرون از نظام، در درون جامعه به اندازه بالا رفته که اما اعتماد را که ما پیشتر خدمت شما عرض کنیم، اعتماد اجتماعی گسسته. شما ما یک ملت هستیم، در هیچ جای شک نیست، اما این ملت نمیگذارن ملت شد. چی همسایه های ما، چی نظام اما احزاب سیاسی و گروه های سیاسی درون ما، و همچنان چی راهکارهای سیاسیون ما. ما به خاطر رسیدن به یک اجماع نه تنها برای صلح بلکه برای امنیت بسیار قبل باید اقدام میکردیم. توجه داشته باشین که امنیت یک پارادایم بسیار بزرگ در افغانستان است. این از فرا قومی است، فرا منطقه‌ای است، فرا حزبی و فرا تنظیمی است که متاسفانه تا به حال به هیچ با یک دید کلانتر از دید منافع ملی دیده نشده. سپاسگزار. میان برنامه کوتاه.
ادامه فراخبر. آقای رفیعی، ولی نهادهای امنیتی داریم، خب بحث سیاسی و جنجالای سیاسی در سطح بالا سر جاش، فکر میکنین این همه نهاد امنیتی نظامی که در کابل هست اینا چی میکنن؟ متاسفانه نهادهای امنیتی ما بیشتر از اینکه بر امنیت فکر کنن روی سیاستهای چگونگی کال و عملکرد سیاستمدارای ما تصمیم میگیرن. ما یک ضعف بسیار بزرگ اجتماعی که فعلا ما با او روبرو هستیم همی است. ما یک بحث امنیت به بحث مسائل ملی خود بردیم، با گره زدیم با منافع گروهی و منافع حزبی و تنظیمی و به اصطلاح تیمی خودمون. بحث ترورها خیلی میتونه بسیار درست دقیق پیگیری شوه و افشا شوه که کیا هستند در پشت پرده. دشمنان افغانستان از این فرصت استفاده میکنن. بله، هر گاهی که در داخل یک اختلافات به وجود میاد، دشمن داخل میشه و بسیار به سهولت از این سود میبره، استفاده میکنه. امروز تبلیغات را که در مسائل ناامنی افغانستان دشمن میگیره و فضایی را که احتوا کرده، دولت افغانستان در واقع درمانده ساخته. دولت باید به عنوان در یک مجموع، در یک مجموعه کل، باید علیه این مسئله بسیار جدی اقدام بکنه. این بحث بسیار یک بحث کلان است. شما امروز نه تنها در درون مردم، در درون جامعه متاسفانه اعتماد نسبت به حکومت از دست دادین که در بیرون هم از دست رفته. ولی فرق نمیکنه که کی رئیس جمهور باشه، این فرق نمیکنه کی وزیر باشه. متاسفانه من فکر میکنم که بیشتر کار با استخوان مردم رسیده تقریبا. من فکر میکنم که با استخوان رسیده و با استخوان فرو خاطر. متاسفانه اگر این وضعیت به همین منوال پیش بره که کار تیمی شوه و گروهی شوه و از بحث کلان ملی در افغانستان جدا شویم، ما در واقع امر متاسفانه به طرف یک نابودی خاطر رفتیم. امیدوار هستم که سیاسیون ما از عقل سلیم خود استفاده بکنن و در این شرایط روی بحث‌های بسیار کلان و در پارادایم‌های کلان مثل پارادایم امنیت در افغانستان خیلی ملی فکر بکنن و سراسری فکر. سپاسگزار. آقای رضایی، مجلس هم دست به کار باید شوه به حیث نمایندگان مردم به صادر کردن اعلامیه و نکاهش عملات، فکر میکنین بسنده کردن کافیست یا کاری از دست مجلس ساختن نیست؟ ببینین که از مجلس کاری ساخته است، ما مشکلات داریم در داخل سیستم. قسمی گفتم ما ادارات ساختارهای اساسی حکومت داریم، وزارت دفاع، داخله، امنیت ملی داریم. باید حکومت یا کسانی که در مقامای بالا و حکومتی هستن، اینا باید بر از اینا مسئولیت بتن، پاسخدهی بر از اینا داشته باشن و سلسله مراتب باید در نظر گرفته شود. اگر ما بیاییم، ما مخالفت با هیچ مجلسی نداریم در صورتی که نتیجه بگیریم، و اگر ما تمام سلسله مراتب سیستم را به یک بارگی برهم بزنیم، ما خود ما امو عالی ترین مقام حکومتی با پایین ترین مسئول امنیتی که آمر حوزه است، اینا بشینن وزیر داخله و معین امنیتی و قماندان امنیت، دیگه اونا چی بکنن؟ اونا با کی پاسخگو باشن؟ بر ما اونا پاسخگو هستن. اونا را که ما پرسان میکنیم، یک رقم معلوم میشه که اما سلسله مراتب از بین رفته، دیگه سیستم وجود نداره که پیش از جلسات ششونیم هم این وضعیت ادامه داشت. حداقل پاسخگویی وجود داشت. بر ما مسئولین پاسخگو بودن و مسئولین به قدمی بالاتر خود پاسخگو بودن. حال دیگه پاسخگو بر ما و شما کی است؟ رئیس جمهور پاسخگو نیست و معاونینش هم پاسخگو نیست. و از وزیرا که شما پرسان میکنین، و جلسات امنیتی کابل در یک جای خلاصه میشه که برای مردم از طریق فیسبوک معلومات میتن. شما میبینید قضیه سیاوش تا به امروز معلوم نشد، امو رقم چندین مشکلات دیگه. ما اگر میخواییم که کار درست به اهل کار بسپاریم و از جایگاه خود به مسئولین امنیتی را وظیفه بتیم، بعد دوباره از پیشان حسابدهی داشته بگیریم که شما چه کاری انجام دادین، مکافات و مجازات موجود باشه. آلی امی، در دو ماه گذشته شما کدام تغییراتی را در راستای امنیت نمیبینیم؟ ما میگیم که اینا باید یک مشکل دیگه کجاست؟ این مسائل ما اون اول نوشته که تبلیغات به نفع دشمن میتونه باشه و کسایی که چون مسائل را بیان کنن یا نوشته کنن تا 10 سال زندانی میشن. هر کس واقعیت ها را میگن، ما با نوشته از اونا کار نداریم. ما مسئولیت ما را در مقابل مردم انجام میتیم. گپی را که ما با گفتن داریم، بحث رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان، مردم از ما توقع داره که ما حکومت باید با مسئولیتش بگوییم که چی مسئولیت شوند. شما با زور تفنگ هم نمیتونین تمام موارد یا تا امنیت در شهر بیارین تا که مردم با شما همراه باشه، تا که مردم از شما در
در فعلا در حکومت پاسخدهی مشخص نیست که ما از کی بپرسیم، حتی به پارلمان و حتی به پارلمان به وزرا گفته شده، به قدمه پایینش گفته شده که شما مسئول نیستین که به پارلمان پاسخگویی داشته باشین. اگر پاسخگویی باشه، ما میتونیم که اینجا یکی را استضاح کنیم یا سوال کنیم و استجواب داشته باشیم. مورد دیگه که دشمن از این فرصت استفاده میکنه، ما و شما قسمی که رفیع صاحب یادآوری کردن که دشمن کشورهای بیرونی از سالهای قبل با ما مشکل داره و هنوز هم دست بسیار بالایی دارن در ناامنی افغانستان، بخصوص شهر کشور، به نحو میخواین چلنج کنن که ما توانایی نداریم، حکومت توانایی نداره و ما و همه چیز میریزه در آسیاب دشمن که تو و اینجا بحث گفتگوهای صلح هم جریان داره. این نامینی ها طالب میتونه که امو وزنشان سنگین تر بکنه و در میز گفتگوهای صلح اونا نشان بتن که شما یا حکومت توانایی امنیت تامین امنیت بر مردم نداره. از یک طرف دیگه که ما مشکلات داریم، فقر در وطن به حد خود رسیده. آخرین آماری را که ما داریم 7% فقر بالای امو درصدی که بوده اضافه شده، مردم شغل از دست داده، اقتصاد در وضعیت خوبی میتونه یکی از عوامل باشه. آقای رفیع، این نابسامانی های درون حکومتی انجامش چنین وضعیتی را به بار آورده، خب چیکار باید بکنه حکومت یا پیشنهاد چی است؟ راه حل چی است در چنین وضعیتی؟ هیچ راه حلی بجز بالا بردن قدرت استخباراتی و قدرت کشفی نظام دیگه وجود نداره. اینا باید به حد اعلای تلاش خود به خرج بتن تا مردم به اطلاعاتی که نیاز دارن برسن. به یاد داشته باشین که وقتی ترورهای هدفمند اتفاق میفته، شک مردم نسبت به طرفین بالاتر میشه و بی‌اعتمادی را بیشتر میسازه و متاسفانه یگانه ارگانی که بیشتر ضربه میخوره حکومت است. حکومت اعتبار خود و اعتماد مردم از دست میده. اگر ترورهای هدفمند به صورت قطع قابل تحمل برای مردم نیست، یعنی واقعا فضا را خراب میکنه، اگر حکومت افغانستان نتونه این ترورهای هدفمند کنترل بکنه و مهار بکنه و بتونه این را به اصطلاح از نقطه نظر کشفی سرش حاکم شوه، در غیر من باور من این است که اتهام اعتمادی که فعلا هم وجود داره دیگه کاملا محو میشه. دوم، گران تمام شدن ترورهای هدفمند بر افغانستان است. افغانستان نخبه های خود، بهترین های خود، شما فکر کنید از یک خانواده 4 تا دکتر در یک حادثه بمبگذاری از بین میره، یعنی ما 4 تا کادر علمی خود از دست میتیم. این خیلی وحشتناک است برای یک جامعه. هر کدام از اینا، شما از روزی که اینا شروع کردن تا الان، هر کدام از این چندین میلیون افغانی بالاش مصرف شده تا این دکتر شده. بعد ما سرمایه چندین میلیون افغانی که خود دفعتن در یک حادثه از دست میتیم و در این شرایطی که ما اشد نیاز به کارمندان صحی داریم، متاسفانه ما دچار یک سکتگی کاری میشیم. و ما اول رئیس جمهور چند پیش اگه بیاد داشته باشین گفت که جامعه مدنی زیر تهدید است، از کجا پیام رسیده با حکومت و یا دریافت کردن، یعنی حکومت میدانه که این بخش جامعه به شدت در خطر است و هر روز ممکن است کشته شوند. خب دست به کار باید شود، یا اگر شده فکر میکنیم که توانایی نداره، پس خیلی بهتر بود که به عوض افشای مثلا تدابیر امنیتی بسیار جدی را در یک کنفرانس بین خودشان و نهادهای مدنی یاد میکردن و تدابیر امنیتی را که اینا میتونستن بگیرن او را میگرفتن. متاسفانه تا 2 هفته پیش هیچ نوع مکانیزم حتی دفاعی برای نهادهای مدنی و فعالین مدافعین حقوق بشر و فعالین جامعه مدنی وجود نداشت که خوشبختانه یک فرمان صادر شد و این در یک شکل گرفت. یعنی پس از 13 تا 14 سال تلاش، بالاخره یک واقعیت بسیار یا یک نیاز بسیار جدی مردم به رسمیت شناخته شد و حکومت اقدام کرد. اما متاسفانه من باز تکرار میکنم که فکر جمعی حکومت به خاطر ایجاد یک فضای مسئول برای شهروندان و به خصوص برای نخبه های جامعه، برای فعالین رسانه‌ای، برای فعالین مدنی، برای فعالین سیاسی، برای فعالین اجتماعی، برای فعالین فرهنگی حتی وجود ندارد. درست. آقای رفیع، مسئول روزنامه اطلاعات روز آقای زکی دریابی در فیسبوکش نوشته که وزیر داخله به ما گفت هر رسانه‌ای که توانایی خرید جنگ افزار را نداره شرکتش را تعطیل بکنه. این یعنی
حکومت عملا جواب داده چنین نیست؟ من میخوام بگم که دو حادثه که در طول چند هفته گذشته اتفاق افتیده خیلی تکان دهنده است. یکی که امی پیام را که شما دادین متاسفانه و یکی هم از بین رفتن امو اعتبار مردم یا ارتباط مردم با والی ها است که متاسفانه سخنگوی های والی ها برطرف شدن و دیگه ما به اطلاعات دسترسی نداریم. ببینین ما مکلف نیستیم که کل مردم افغانستان مسلح کنیم تا از خود دفاع کنیم. ارگانهای امنیتی، ساختارهای امنیتی وجود داره که اینا از مردم افغانستان دفاع کنند. مردم افغانستان مردم ملکی هستند. نهادهای امنیتی افغانستان نهادهای غیر ملکی هستند، یعنی نهادهای نظامی هستند. اینا باید از مردم دفاع کنند. اینا مسئولیت دارن از دفاع از مردم دفاع کنند. ما و مردم تشنه اطلاعات هستند. حکومت افغانستان نباید خط ارتباط اطلاعاتی خود با مردم قطع کنه. ما نیاز داریم اطلاعات بیشتر از جامعه از دولت بگیریم درست. تا بتانیم خودم تشخیص موقعیت کنیم و مسائل اجتماعی و به اصطلاح پیشرفت‌ها و کارایی یا کار آمدهای دولتی را هم. سپاسگزارم آقای رضایی. این پیام از نظر شما به چی معناست فکر میکنین؟ باید یعنی هر کسی جنگ افزار داشته باشه و از خودش دفاع بکنه و حکومت هم جواب داده عملا به معنای همیست؟ ببینین حکومت مسئولیت وزارت داخله حکومت و بخص در تصویر کلان مسئولیت تامین امنیت شهروندان افغانستان داره، بخصوص کسانی که میفهمند که در تهدید بالا قرار دارن یا در خط سرخ هستن باید بر از اونا بعض تدابیر داشته باشه، یا برشان جنگ افزار بتا یا برشان به نحوی باید اونا را امو ضرورتشان رفع بکنه. در این حق تمام فعالین جامعه مدنی است، بخصوص خبرنگاران که در این اواخر تمام امو ترورای هدفمندانه بالای همی طبقه همی قشر جامعه بوده، و از یک طرف دیگر تمام مردم افغانستان رو شما نمیتونین مسلح بسازین. دیروز ما یک حادثه داشتیم، دکترا را زدن، کسایی که چندین سال اوناست بالایشان سرمایه گذاری شده، اونا به مردم باید مصدر خدمت شوند و از یک خانواده پنج نفر شهید میشه. خب نمیشه کل مردم افغانستان. باید یک مشکل دیگه ایره که باید ما بالایش کار بکنیم، جال استخباراتی در کابل باید به وجود بیاید، ببینیم که ما از کجا این همه وارد میشه، از کدام دروازه های شهر کابل ای داخل شهر میشه. ما گفته میشه که معنایی که در کنار جاده می باشه یا در وسط جاده اونا انفجار میته، گویا دشمن موتر با امو وسایل دارن که میاین ماین جا به جای میکنن، بایر باید پیدا بکنن. مشکلات استخباراتی باید هرچی عاجل بالایش کار شد. این رقم ترور و این برنامه های در کابل که انجام میشه، یگانه ارگانی که جلو وزیر گرفته میتونه امنیت ملی است، نهادهای کشفی و استخباراتی است که باید کار کنن، دشمن را پیدا کنن قبل از اینکه اونا میخواین برنامه را انجام بتن دو خونسا شوه. ما بعد تاکید میکنیم که حق فعالین مدنی درست. و جامعه مدنی و بخصوص خبرنگارا هستند که حکومت به هر نحوی میشه تامین امنیت برشان باید بکنه. راضی هستین از رأی اعتمادی که به این آقایان داد مجلس آقای رضایی؟ راضی. هنوز ما در اول کار هستیم، ما هر لحظه میتونیم که پرسان کنیم، میتونیم بازخواست کنیم. یکی از مواردی همیز که ما شاکی از ایستیم که باید حکومت بر ما پاسخگو باشه، مطابق قانون بر ما سوال ما را جواب بگه که ما بر مردم افغانستان پاسخگو هستیم. بسیار کوتاه لطفا. مسئولیت مردم و شهرونده و وظیفه و مکلفیت اول دولت است. درست. وقت بخیر.